فناوری پیشرفته. جشنواره تئاتر اوینیون در فرانسه امسال در دو بخش برگزار شد، یک بخش رسمی همیشگی که امسال 69مین دوره آن برگزار می‌شد و دیگری بخش تئاترای خیابانی و کوچک با بیش از 1300 نمایش. اما ویژگی جشنواره امسال ارائه عینک‌های خاص برای اولین بار در جهان بود. به کاخ پاپا در اوینیون می‌رویم تا با عینک‌های آشنا شویم که به مخاطبان اجازه می‌دهند که یک نمایش زنده را به شکلی متفاوت و در زبانی دیگر تماشا کنند. دیزی جکوب، مدیر این پروژه در تئاتر پاریس، میگوید عینک‌ها بر جنبه واقعی و زنده جشنواره می‌افزایند، اجازه می‌دهند که یک نمایش تئاتر را با زیرنویسی که تنها برای شماست در عینکتان نگاه کنید، امکان چند زبانی را فراهم می‌کنند و در نتیجه به عنوان مثال ما اکنون برای دو نمایش جشنواره که در حیات بیرونی اجرا می‌شوند زیرنویس می‌گذاریم. یکی از آنها شاهلیر شکسپیر است که توسط الیور پای کارگردانی و ترجمه شده است و ما برای آن زیرنویس به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و ماندارین گذاشتیم. امشب نیز نویسگذاری برای تئاتر بازگشت به براتام اثر آنجلان پرولوکاژ را به 5 زبان انجام می‌دهیم. هر کس می‌تواند زبان، رنگ، اندازه متن، میزان نور و موقعیت متن را در عینک خودش انتخاب کند. من اکنون نرم افزار را باز می‌کنم و تمام پرونده‌های مربوط به زبان‌ها اینجاست، از جمله شاهلیر و بازگشت به براتام که امشب پخش می‌شوند. من عینک گزینه زیرنویس انگلیسی را برمی‌گزینم و با کلیک بر روی این فلش زیرنویس‌ها ظاهر می‌شوند. اگر یک بازیگر جمله‌ای را فراموش کند یا اشتباه کند، ما هم خیلی ساده می توانیم از آن جمله عبور کنیم. بین این تابلت و عینک ها یک ارتباط وای فای امن وجود دارد. ما در جشنواره اوینیون برای اولین بار در جهان با همکاری مؤسسه فرانسوی فناوری فرهنگی این فناوری را به کار گرفتیم. در نتیجه ما در تئاتر پاریس به مؤسسه تازه کار و فرانسوی فناوری فرهنگی کمک کردیم و توانستیم در چارچوب این جشنواره امکان و راه حل جدید زیرنویس چند زبانی را ایجاد کنیم. کاخ پاپا در اوینیون و منطقه آن که محل جشنواره اوینیون است تصمیم گرفتند استفاده از فناوری پیشرفته را در اولویت قرار دهند. این برنامه از حمایت مالی بهره برد و توسط وزارت اقتصاد هم به ثبت رسید تا به مرکز فرهنگ و فناوری فرانسه تبدیل شود که تاثیر اروپایی هم دارد. ما از مؤسسات تازه کار استقبال می‌کنیم و ضمن مدیریت کردن و آموزش دادن به آنها برایشان حمایت مالی و مشتری می‌یابیم. آنها را برای توسعه به شبکه خود ما می‌فرستیم تا آنها توسعه یابند و نظام اقتصادی استان ما را توسعه بخشند و کارآفرینی کنند. مثلا ما برای تئاتر پاریس و عینک‌هایش آنها را به مرکز نیویورک فرستادیم تا ارتباط آنها را با برودوی ممکن سازیم. جوزی داکستر اهل انگلستان است و به زبان فرانسه مسلط است بدون اینکه دو زبانه باشد. او دست به امتحان عینک زده. او میگوید فکر میکردم که باید تمرکز را از شما بگیرد، اما این چنین نبود. فکر میکردم ممکن است دیواری بین من و صحنه به وجود آید، اما چنین حسی نداشتم. در واقع در مقایسه با زیرنویس معمولی که باید دائم به بالا و پایین نگاه کنید، این زیرنویس بعد از مدتی خیلی آسان شد تا هر جا دوست دارید نگاه کنید و اگر دوست داشتید آن را بخوانید یا نخوانید. به این ترتیب تئاترهای بیشتری خواهم دید، تئاترهایی که تا کنون از آنها اجتناب می‌کردم و فکر می‌کردم آنها را نخواهم فهمید. این عینک‌ها توسط تئاتر پاریس با همکاری شرکت اپتین ونت و تئاتر آتوس تولید شده است و می‌توانند در مکان‌های جز تئاتر و اپرا هم مورد استفاده قرار گیرند. آنها به ویژه برای افراد کر یا دارای مشکلات شنوایی و یا در بخش‌های پیشرفته همچون جراحی کاربرد خواهند داشت.